اونجایی که شما میدانید دوستان گرامی، ما برنامه هایمان بیشتر درباره ایران باستان هست. اما از اونجایی که من در واقع ایمیل های فراوانی دریافت کردم و مخصوصا یک خانومی به نام خانم سپیتمان که به من لطف داشتن و در ایمیلی خواسته بودن که در این باره توضیحاتی رو بدم و نظر در واقع ایرانگرایان، ایران شناسان رو در این باره به اطلاع عموم برسونم، از این بابت تصمیم گرفتم که برنامه امروز رو یک ویژه برنامه درست کنیم مربوط به کردان ایران زمین، که در واقع اینان بخشی هست از تاریخ ایران و در واقع بسیار ارتباط دارد با سرنوشت مردمان ایرانی. از این رو من البته در این باره درست است که من برنامه‌ای نساختم، اما در برنامه‌های گذشته در واقع هنگامی که مانیفست مکتب ایران زمین یا ناسیونالیسم مدرن ایرانی بر از دیدگاه تمدنی رو بیان کردم به این مسئله در واقع اشاره داشتم. باید بگویم که هرچند که جو قالب فرهنگی و فرهنگیان ایرانی، تاریخدانان ایرانی، باستانشناسان ایرانی و حتی فعالین سیاسی فرهنگ مدار ایرانی نسبت به استقلال کردستان عراق مثبت است، اما متاسفانه جو سیاسی مسمومی در این زمینه در رسانه‌های ایرانی درست شده است که باید در برابر چنین جو مسمومی که خیانت است به ایران و به تاریخ ایران و به هویت و شرافت ایران باید ایستاد. باید سپاسگزار باشم از کسانی که در این مدت مقالاتی منتشر کردند در تایید در واقع استقلال مردمان ایرانی کرد از زیر سلطه کشور عربی عراق. باید سپاسگزاری کنم از استاد هرمیداس باوند، باید سپاسگزار باشیم از آقای بهرام مشیری، باید سپاسگزار باشیم از استادان دانشگاه‌های مانند آقای لطفعلی بخشی و آقای و دیگرانی که در این باره مقاله نوشتند. و اگر که من نام کسی رو فراموش کردم از این بابت پوزش می‌خواهم. من در این باره دو مقاله نوشتم و در واقع مقاله سوم من هم به زودی انتشار پیدا خواهد کرد درباره استقلال کردستان در شمال عراق که مسئله بسیار مهمی هست و باید ذهن‌های مردم رو نسبت به اون آگاه کرد، روشن کرد. من از دوستان خواهش میکنم که مقاله های یک رویداد و دو پیامد رو و همچنین مقاله درود بر اسرائیل، زنده باد اسرائیل دوم از من رو حتما بخونند و این رو در اینترنت سرچ بکنند پیدا میکنند. این در واقع سایت تریبون زمانه هست و همچنین در سایت تریبون زمانه و همچنین در سایت تلویزیون اندیشه و چند وبسایت دیگر منتشر شده است. همچنین مقاله جدید من با نام استقلال کردستان عراق رو که مقاله است بسیار تحقیقی و از دیدگاه‌های گوناگون این مسئله رو بررسی میکنه، دوستان میتوانند که پیدا بکنن این رو در واقع اینترنت و اون رو بخوانند. من به طور خلاصه بگم جو بخش برخلاف در واقع معدودی از ایرانیان فرهنگ مدار و ایرانیانی که عمق تاریخ ایران رو به درستی میشناسند و به شرافت ایرانی پای بندند و در افکارشون تضاد و پارادوکس دیده نمی شود و ایرانی در هر کجای جهان که باشد از حقوق او دفاع می کنند، از جمله در عراق، بقیه جوی که به وجود آمده است تحت تأثیر القاعات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و نیروی قدس جو بسیار مسمومی است. جمهوری اسلامی از اونجایی که ایدئولوژی رسمی اون ایدئولوژی پان اسلامیسم و پان شیئیسم هست، بر طبق ایدئولوژی خودش قطعا مخالف استقلال اقلیم کردستان عراق است. چه اینکه عراق کشوری است شیعی با اکثریت شیعی، عراق کشوری است که زادگاه پدر آقای خامنه ای است، عراق کشوری است که زادگاه سران قوای جمهوری اسلامی هست و بسیاری از مسئولان ایرانی زاده عراق هستند و به عراق دلبستگی دارند. بنابراین
جو مسمومی ایجاد کرده است، از اونجایی که نمیتواند علنا و آشکارا از تمامیت ارضی عراق دفاع بکند، جو مسمومی ایجاد شده است که این رو تجزیه کردستان ایران نیز قلمدار بکنند. حال آنکه مسئله کردستان ایران ربطی به استقلال کردستان در شمال عراق ندارد و این مسئله تنها یک ترس است که یک تکنیک سیاسی است برای اینکه مردم رو حول چیزی متحد بکند. همان ترس بین بد و بدتر که مردمان ایرانی را هر 4 سال گول میزنند و با آن پای انتخابات میکشانند و پس از انتخابات تمام گفته هایشان یادشان میرود، این ترس رو یک بار دیگر به وجود آوردند و افراد گوناگونی رو، حتی افرادی که به ایران پرست هستند و ایران دوست هستند رو هم گول میزنند. چون این جفسازی رو اسلامگرایان ایرانی بسیار در آن استادند، چه اینکه در انقلاب 57 جو مسمومی ایجاد کردند که تمام خادمین ایران زمین خائن شناخته شدند و انواع و اقسام برچسب های مسموم آمریکایی و اسرائیلی رو به اعلیحضرت فقید وارد کردند، در صورتی که کسی جز ایشان نبود که به ایران خدمت بکند. اما آنچه که و با این جبرشون کسان شخصیت های معروفی، حتی افراد خوشقلبی مثل داریوش و پروانه فروهر رو فریفتن، اینهایی که در ایرانی بودن و در ایران پرست بودنشون شکی نیست دچار جبر شدن. بنابراین برای ایستادگی در برابر چنین جوی باید بسیار تیزهوش بود، بسیار تاریخ رو و عمق تاریخ رو دانست و اون رو به خوبی بررسی کرد و پژوهش کرد و کاوید تا به نتیجه رسید. درباره کردستان مسئله همین است. دوستان، جوی که ایجاد شده است، من به صراحت به شما بگویم جو مسموم و دروغی است، دروغی نیست که از جانب جمهوری اسلامی در واقع ایجاد شده است و هدف این جو آن است که در واقع جلوی تمامیت ارضی عراق که کشور شیعی هست حفظ شود و مخصوصا منابع نفتی کرکوک حفظ شود. اکنون که من دارم این برنامه رو ضبط میکنم، نمیدونم کی به دست شما خواهد رسید، ولی اکنون نیروهای شیعی هشت شعبی، نیروهای شیعی حزب الله لبنان، نیروهای سپاه پاسداران به فرماندهی قاسم سلیمانی به کرکوک حمله کردند برای تصاحب چاهای نفت اون. و بدونید که اینها همه جنگ، جنگ نفت است و سر پول است و سر عرق مذهبی شیعی و پان اسلامیسمی است که جمهوری اسلامی دارد و مردم ایرانی کرد رو در حال قربانی کردنشان است برای آنکه نکند خدای نکرده منافع امت واحده شیعه دچار تزلزل شود در آن و کاستی در آن به وجود بیاید. بنابراین این یک جنگ اطلاعاتی است، جنگ اطلاعات و ضد اطلاعات است. این جنگ تا بدان جای پیش می رود که مسعود بارزانی که از شریفترین کردان هست و ایشون متولد ایران هست و آقای مسعود بارزانی و پدرشون مصطفی بارزانی متحدین ارتش شاهنشاهی ایران بودند و سالها برای ایران جنگیدند و قرارداد 1975 الجزایر که 100% به نفع ایران هست رو این جنگجویان کرد بارزان بودند که برای ایران زمین برمغان آوردند. حالا کار به گونه پیش رفته است که گروهی نادان و ابله و بیشرم مسعود بارزانی رو اسرائیلی خطاب میکنند و با این کارشون در واقع هم یهود ستیزی خودشون رو اثبات میکنند و هم کرد ستیزی خود رو، چه اینکه اسرائیلی بود، چه اینکه تمام سیاستمداران باید با همه کشورها کار کنند و با اسرائیل هم کار کردن هیچ اشکالی ندارد، چه اینکه شاهنشاه ما اعلیحضرت فقید ما بزرگترین همکار اسرائیل بود در منطقه و ما به آن افتخار میکنیم. اما این ملت مسموم، این ملتی که در واقع دچار اسلامگرایان تندرو، در واقع دچار تفکراتی هستند که نفرت از اسرائیل جزو ایدئولوژی اونها هست، بنابراین هر گونه همکاری با اسرائیل رو که از اساس سیاست هست رو نفی میدونن و برچسب میزنن و همون برچسب هایی که به اعلیحضرت فقید ما زدن امروزه به آقای مسعود بارزانی میزنن. مسعود بارزانی از نظر ما یک
ایرانی نژاده است، از نظر ما مسعود بارزانی یعقوب لیث دوم است و همان گونه که یعقوب لیث اولین ایرانی بود که در سیستان گروهی از ایرانیان را از زیر سلطه خلافت بغداد بیرون آورد، مسعود بارزانی دیگر ایرانیان را از زیر سلطه خلافت بغداد امروزین که همان حکومت شیعه عراقی هست بیرون خواهد آورد. و این کار در واقع و این فرد یک قهرمان است، نه تنها برای کردستان که برای تمام ایرانیان و کسانی که ایران پرستند. در این میان و در این فضای آلوده‌ای که ایجاد شده و جو مسمومی که به وجود آمده است، در واقع باید به چند نکته توجه کرد. و این اینکه اگر این فضا و جو مسموم فقط تنها مربوط به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و سپاه قدس باقی میماند و کشورهای عربی و حشد شعبی و حزب الله لبنان تنها به این گروه ها ختم میشد، این قابل درک بود. اما آن چیزی که باعث شرم است و باید به صراحت به آن گفت، اعلامیه هایی است که برخی از احزاب ملیگرای ایرانی نیز داده اند و نشان دهنده بی سوادی تاریخی و بی سوادی سیاسی و کوتاه فکری استراتژیک این احزاب است. و این احزاب، البته من به تمام افراد این احزاب نمیخوام توهین کنم، در میان این احزاب افراد بسیار خوب و شریف و برجسته ای هستند، اما اعلامیه حزب مشروطه ایران، اعلامیه جبهه ملی ایران در واقع باعث شرم است و شرم‌آور است و از آن شرم‌آورتر اعلامیه حزب پانیرانیسم ایران است که یک دونه بدون اینکه حتی یک متفکر ایرانگرا و یک تئوریسین ایرانگرا داشته باشد، در واقع یکی به نعل زده است و یکی به میخ زده است و معلوم نیست که منظورش از این اعلامیه ها و از این کارهای ضد و نقیض چیست. این باعث شرم است و این در واقع حتی گروهی هم که من آنها رو در مقاله ارتجاع سفید یا تخریب ایرانگرایی که میتونید این رو در اینترنت سرچ کنید، اینها رو نقدشون کردم، گروهی که طرفدار مکتب نام خودشون رو مکتب بازیابی ایران شهری نامیدن، که البته این گروه با مکتب ایران شهر تفاوت دارد، مکتب بازیابی ایران شهر مشتی مجنون که بیشرمانه و بیشرفانه در واقع به استقباط و با تضاد و پارادوکس کامل در اندیشه هایشان خواهان باقی ماندن یک ایرانی در زیر سلطه عربند. و من نمیدونم که آیا واقعا اینها مردم رو چی فکر کردن، آیا واقعا میفهمن که هر دستگاه فلسفی و هر دستگاه فکری که دچار تضاد و پارادوکس باشد، این دستگاه پشیزی ارزش ندارد. آیا شما میتوانید ایرانگرا باشید و به ایرانی فکر بکنید و بعد مردم را بترسانید و بگویید که در واقع کردستان عراق باید زیر تسلط اعراب باقی بماند؟ آیا چنین چیزی امکان پذیر هست؟ آیا شما مفهوم تضاد و پارادوکس را میفهمید؟ آیا میشود با 40 تا 50 میلیون، حالا دست کم 40 میلیون کرد اینگونه سخن گفت و پر از تضاد و پارادوکس سخن گفت؟ آیا چون این چیزی امکان دارد؟ با چه کسی سخن میگویید و چه فرض کرده اید یک مردمان پرتعدادی رو که در خاورمیانه زندگی کردند؟ به هر روی و به هر حال، من از چند نقطه نظر با این مقدمه‌ای که عرض کردم خدمتون، باید نسبت به قضیه استقلال کردستان عراق در واقع موضع‌گیری کنم. اول از همه باید بگویم که به هیچ عنوان نباید استقلال کردستان عراق رو با کردستان ایران مقایسه کرد. ایران مرزهایش مرزهای طبیعی است. ایران رو سایکس پیکو با خطکش روی نقشه به وجود نیاوردند. اما کشور عراق، کشور سوریه، کشورهای مصنوعی هستند که چند دهه پیش ایجاد شدند با خطکش انگلیسی ها و با خطکش فرانسوی ها روی نقشه پدید آمدند. بر پس از جنگ جهانی اول و پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، از نظر حقوقی و بر پایه معاهده لوزان، کشور کردستان باید در کردستان‌های ترکیه، عراق و سوریه ایجاد می‌شد.
این سه کشور مسئله کردستانشان تفاوت دارد با کردستان ایران و این رو باید افرادی که ضریب هوشیشون زیر 80 هست این رو درک بکنند و بدانند که مسئله سایکس پیکو و معاهده لوزان از نظر حقوقی و از نظر تاریخی با کردستان ایران که بخشی جدای ناپذیر از ایران است و همواره بخشی از ایران بوده است تفاوت دارد و خلط این دو مبحث در واقع به نفع رژیم شیعه سالار ایران است و آن چیزی جفسازی است که اینها قابل تمایز در آن نیستند. باید مسئله کردستان رو من از چند دید بررسی خواهم کرد. نکته اول از دید تمدنی و کشوری هست. ببینید دوستان، ما هیچگاه، ما در حال حاضر که من دارم با شما سخن میگویم در اکتبر 2017 میلادی که ما در آن هستیم، در یا در سال 7755 میترایی که ما قرار داریم، در چنین سالی در واقع ما چهار دست کم پنج کشور ایرانی داریم. بنابراین ما باید بدانیم که ما کشورهای ایرانی داریم و این کشور ایران یکی از کشورهای ایرانی هست. ما تاجیکستان رو داریم، ما افغانستان رو داریم، ما ایران رو داریم، ما کردستان در عراق، ترکیه و سوریه رو داریم و ما اوسیتیا و آلانیا، یک جمهوری است که در قفقاز و جمهوری ایرانی است، رو داریم. البته بخش های دیگه هم داریم که اینا هنوز از زیر سلطه خارج نشدن، مثل بلوچستان در پاکستان و غیره. اما این پنج تا به عنوان کشور و بعضی از اونها مثل کردستان یا آلانیا به صورت دفکتو کشور یا کشورهایی که واقعیت دارن وجود دارن و این واقعیت همواره در طول تاریخ هم بوده است. ما در زمانهای قدیم هم، همزمانی که ما شاهنشاهی و امپراتوری ساسانی رو داشتیم، در کنارش یک شاهنشاهی دیگری به نام کوشانی رو داشتیم که اون هم یک شاهنشاهی ایرانی بود و همچنین آلانها رو در شمال داشتیم که اونها هم یک شاهنشاهی دیگری داشتن، اسکیدها و سرمتها رو داشتیم در شمال که اونها هم حکومتهای خودشون رو داشتن. بنابراین از دیدگاه ایرانی ما در طول تاریخ همواره کشورهای ایرانی داشتیم و کشور ایران یکی از کشورهای ایرانی هست و این رو باید از نظر تاریخی ما این رو بدانیم. این مسئله در زمان، حتی از زمان مادها هم چنین بوده است، چه اینکه پادشاهی پارس قبلا یک بخشی از امپراتوری ماد بود و بعدها پادشاهی ماد شد بخشی از امپراتوری پارس در واقع در حکومت هخامنشیان. در زمان اشکانیان نیز همواره همین گونه بوده است و مخصوصا کردهای ترکیه، عراق و مخصوصا کردان عراق حکومت خودشون رو از نظر تاریخی داشتن. در کتاب در واقع اردشیر بابکان به صراحت یاد می شود که در کردستان کردان شاه ماتیکان بوده است، یعنی کردان شاه مادی در کردستان حکومت می کرده است و یک سند تاریخی به زبان پهلوی هست و این در شمال عراق بوده است و چون این چیزی وجود داشته است. همچنین در زمان اشکانیان ما کردوئن و آدیابن رو داشتیم که سرزمین کردان ایرانی بوده است و اینها حکومت‌های خودشون رو داشتن. و جالب است بدانید که حتی در از دید تاریخی که ما این رو بخواهیم بررسی بکنیم، این است که در واقع پس از اسلام نیز فرزندان برپایی تمام کتب تاریخی معتبر از جمله شرفنامه بطلیسی، فرزندان و شاهزادگان ساسانیان در کردستان حکومتی تشکیل می‌دهند که تحت عنوان حکومت اردلان‌ها تا زمان قاجار باقی مانده بود و خود بنده شخصا از طرف پدری افتخار این رو دارم که به این طایفه تعلق دارم. بنابراین شاهزادگان ساسانی تا زمان قاجار پشتن در پشت که شجرنامه ها ذکر شده است در واقع شرفنامه بطلیسی، اینها در کردستان حکومت میکردن و هرچند تحت الحمایه ایران بودند. پس بنابراین در کردستان عراق که ما امروز سخن داریم صحبت میکنیم نیز طایفه های دیگری مانند کردان بابان بودند، مانند در واقع بایزیدی ها در قسمت های شمالی بودند و اینها همه شاهزاده نشین های کرد بوده است. آنچه که اینها رو در واقع از بین برد امپراتوری ساسانی و بعدها
در واقع امپراتوری ببخشید عثمانی و بعدها فروپاشی در واقع امپراتوری عثمانی بود که در معاهده لوزان منجر به قرارداد سایکس پیکو شد. بنابراین از نظر تاریخی ما بخوایم بحث کنیم، من در مقاله استقلال کردستان عراق به صورت کامل بحث کردم و در اینجا فرصت نیست که به همه جزئیات اشاره بکنم. این سابقه یا پرسیدنت تاریخی در شمال عراق وجود دارد و افراد تنها بی سواد می توانند یک همچین چیزی رو بگویند که اینها هیچگاه حکومت نداشتند. این از نظر تاریخی این وجود دارد و بعدها هم در واقع بعد از آن که عثمانیان زیر قولشون زدن و کشور کردستان ایجاد نشد، همواره کردان در ترکیه، عراق و سوریه دنبال تأسیس کشور خودشون بودن، اما در ایران بیشتر خواهان حق خودشون بودن برای در واقع داشتن اداره محلی منطقه خودشون و اینکه با زبان خودشون رو به کار ببرن. کردان ایرانی هیچگاه خواهان جدایی و استقلال از ایران نبودند و حتی قاضی محمد که جمهوری مهاباد رو تشکیل داد همواره اعلام میکرد که ما خواهان حکومت خودمختار مهاباد در داخل شاهنشاهی ایران هستیم. اون دوستانی هم که میگویند چگونه جمهوری در داخل شاهنشاهی میشود، نگاهی به اتحادیه اروپا بکنند تا ببینن از اتحادیه اروپا چند تا جمهوری و چند تا کشور پادشاهی با همدیگه در قالب یک اتحادیه دارن کار میکنن. بنابراین حتی قاضی محمد هم چنین ادعایی نداشت و هیچ مدرکی نیست که بگوید که خواهان جدایی از ایران بود. کردان ایران رو بسیار دوست دارند و کردستان کشوری است که اولین بخشی است، کردستان عراق، که در میان بخش‌های ایران در واقع بیش از دین زرتشت به شدت در اونجا در حال گسترش هست و بیش از 100 هزار زرتشتی در این منطقه‌ای که 6 میلیون بیشتر جمعیت ندارد در شمال عراق، در واقع بیش از 100 هزار زرتشتی و نوزرتشتی پدید آمده است. بنابراین از نظر تاریخی ما این رو بررسی کردیم که دوستان بدانند که این قضیه چگونه است. از دید تمدنی هم و کشوری هم من گفتم دوستانی که دوست دارن اطلاعات بیشتری به دست بیارن، من توصیه میکنم بهشون که در واقع توصیه میکنم که مانیفست مکتب ایران زمین یا ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی رو بخوانند. موضوع این است که در روابط بین الملل، در علوم اجتماعی و علوم سیاسی تئوری هست، تئوری مطرح شده است در سال 95 میلادی به نام تئوری تمدنی. با بنیانگذار این تئوری آقای ساموئل هانتینگتون بود و کتابی نوشت به نام برخورد تمدن‌ها. ما هنوز در ایران، البته تا این مانیفستی که من انتشار دادم، این اولین مانیفستی است که یک جامعه شناس و فلسفه‌دان ایرانی در امتداد تئوری آقای هانتینگتون در واقع می نویسد و تا حالا یک نفر رو ما حتی نداشتیم که بتواند خودش یک تئوری ارائه بدهد که در واقع تطبیقی باشد با دید و جهانبینی ایرانی، تطبیق دید و جهانبینی ایرانی باشد با تئوری تمدنی. و این نخستین تئوری هست که بر پایه این تئوری تمدنی کردان در داخل ایران در واقع یک قوم ایرانی و بخشی از ملت واحد ایرانی هستند و در خارج از ایران ملت مستقلی هستند که حق این رو دارند که در کشورهای غیر ایرانی کشور خودشون رو تشکیل بدن از اونجایی که قومی ایرانی هستند. و این تئوری رو برای اولین بار من دادم و این البته این یکی از بخش های این تئوری هست. این تئوری بسیار زیاد هست، در دید تمدنی و حکومتی اون یکی از این اموال هست و این و یکی از این مسائل هست. و در واقع خواستم این رو هم به دوستان بگویم که دوچار جوزدگی ها نشید. استقلال آذربایجان از در واقع شوروی سابق منجر به استقلال آذربایجان ایران نشد. استقلال ترکمنستان از شوروی سابق منجر به استقلال ترکمن صحرا از ایران
نشد و کسانی که چنین دلیل‌هایی رو میارن در واقع نشان میدهند که چقدر ساده اندیشن و ضریب هوشی و طرز تفکرشون در چه حد هست و با مسائل استراتژیک آشنا نیستن. از نظر تمدنی ما این رو با شما بحث کردیم، از نظر دید استراتژیک هم من لازم است که به چند نکته اشاره بکنم. در مانیفستی که من انتشار دادم ما اشاره به خورشید ایران و اقمار کشورهای ایرانی داریم. برای اینکه عمق استراتژیک ایران در خاورمیانه افزایش پیدا کند ما نیاز به یک کشور قدرتمند مانند ایران داریم و اقماری از کشورهای همتبار که اطراف ایران هستند و از ایران ضعیف‌ترند. از این رو به نفع ایران است که برای گسترش عمق استراتژیک خود در اطراف خود کشورهای همتباری داشته باشد که به قدرت ایران نباشند و به استقلال کردستان عراق در شمال عراق به نفع ایران از این نظر واقعیت استراتژیک هست و این چیزی است که حتی در واقع در ترکیه هم و کشورهای عربی هم فهمیدن و با تئوری‌های نئو عثمانیسمشون سعی در به وجود آوردن ترکات سعی در به وجود آوردن توران و کشورهای ترک زبان دارند و عرب سعی در به وجود آوردن ناتو دارند. این یک تئوری هست که حتی ترک‌ها و عرب‌ها فهمیدند و برخی و ایرانیان هنوز متاسفانه در خواب غفلتند و این رو متوجه نشدند که چه کار بزرگ و عظیمی است. به هر حال این از نظر استراتژیک و عمق استراتژیک ایران است و همچنین از نظر استراتژیکی تضعیف بالقوه در تضعیف دشمن بالقوه و تاریخی ایران یعنی کشور عربی عراق است که 8 سال جنگ رو به ایران تحمیل کرد، میلیون ها کشته و جانباز رو دست ایران گذاشت و صدها میلیارد دلار و هزاران میلیارد دلار به ایران خسارت زد. آخر هم حکومت شیعی به خاطر طرز تفکر شیعی تمام اون خسارات رو بخشید و حتی طلب غرامت از عراق نکرد. بنابراین تجزیه عراق به نفع ایران است از نظر استراتژیک و این دشمن بالقوه رو که دوباره جون بگیرد باعث در واقع دردسر برای ایران خواهد شد رو مهار خواهد کرد. همچنین باید در واقع این رو به نظر داشت که با به رسمیت شناختن کردستان و حمایت کردستان کشوری برنده خواهد بود از نظر استراتژی که خط لوله صادرات نفت کردستان رو به دست بگیرد. در این باره هم باز همانند همیشه در جمهوری اسلامی بسیار منفعلانه و بسیار اشتباه عمل کرد و صادرات نفت کردستان با هوشمندی ترکیه اکنون در دست ترکیه قرار گرفته است و ترکیه دارد این نفت رو صادر می کنند و برخلاف جمهوری اسلامی که با واکنشی کاملا احساسی و خیانت‌آمیز نسبت به مردم ایرانی نیروهای خودش رو به سرکوب مردم کرد در کرکوک اکنون فرستاده است، ترکیه مرزهای خودش رو به روی کردستان نبست و ترکیه حتی صادرات خودش رو به کردستان اضافه کرد و ترکیه صادرات نفت کردستان رو هم در دست دارد و این نشان دهنده این هست که در واقع ترکان بسیار باهوش‌تر و هوشمندانه در این زمینه عمل کردند. علاوه افزون بر اینکه درست است که رئیس جمهور ترکیه چند سخنان تندی به زبان میارد ولی میگویند 200 گفته شو نیم کردار نیست، به گفته های آقای اردوغان توجه نکنید، اعمالی که انجام داده است به نفع استقلال کردستان در شمال عراق بوده است و اون چیزی است که شیعیان عراقی و ایرانی هنوز متوجه این مسئله نشدند، این شیعیان تندرو، و باید به اون مسئله بپردازند. پس از نظر استراتژیک این رو هم گفتیم که چقدر مهم بود که کاش که ایران جای ترکیه بود و با حمایت و پدرانگی در برابر این قوم ایرانی در واقع از نظر استراتژیکی خط لوله انتقال لوله نفت اونها و صادرات نفت اونها رو هم به عهده میگیره. همچنین درباره مسائل دیگری که ما از دیدگاه‌های دیگری که علاوه بر استراتژیک ما میتونیم این رو بررسی بکنیم که مسئله دیگری که وجود دارد این است که از نظر استراتژیک
کردان نمیتوانند از هر چهار کشوری که در اون وجود دارند در واقع به استقلال برسند، به خاطر اینکه این هم نه تنها به اینکه یک واقعیت استراتژیک هست، در واقع یک واقعیت جغرافیک هم هست و جغرافیایی هم هست و کردستان به درجا راه ندارد. در این میان کردان باید یک کشور رو فدا بکنند تا در سه کشور دیگر در بلند مدت به استقلال برسند و با اون یک کشور رابطه خوبی برقرار بکنن تا در واقع راه خروج به دریا رو داشته باشن. نکته بسیار جالبی که در اینجا هست این است که هرچند که از نظر تاریخی و زبانی و نژادی و در واقع هویتی و جشن‌ها کردان مردم ایرانی هستند و اگر در ایران یک دولت ملی سر کار بود باید با حمایت از کردان در واقع اون کشور چهارم میشد که همواره با حمایت از کردان در دیگر کشورها در واقع تمامیت ارضی خودش رو هم نیز حفظ میکرد، اما متاسفانه با عدم وجود یک دولت ملی روی در ایران و وجود یک دولت مذهبی ترکیه جای ایران رو گرفته است و با وجود اینکه تعداد جمعیت کردها حدود 20 تا 25 میلیون نفر هستند و بیشتر از 10 تا 15 میلیون نفر درون ایران کرد دارد و احتمال استقلال در اون کشور بسیار بیشتر بود، اما با در واقع هوشمندی تمامتر با نبستن مرزهای کردستان با صادرات نفت از کردستان عراق کاری کرده است که آن یک کشوری بشود که کردان آن از آن تقاضای جدایی نخواهند کرد و در واقع نه تنها مرزها رو نبسته است که تمام گریلاهای در واقع پیکاکا رو امروزه از کردستان ترکیه به کردستان عراق منتقل شدند تا در برابر هشت شعبی عراق و نیروهای در واقع حزب الله لبنان و سپاه پاسداران ایران بجنگند. بنابراین ترکیه دارد نقش بسیار بزرگی رو بازی می‌کند و بسیار سیاستمداران هوشمندی دارد برخلاف سیاستمداران ترسو محافظه کار اپوزیسیون ایران، البته منظور من همه نیست، باز بدفهمی نشه، اکثر سیاستمداران اپوزیسیون ایران و کج‌فهم آنها و همچنین سیاستمداران ورشکسته در جمهوری اسلامی ترکیه بسیار هوشمندانه دارد این در واقع بحران منطقه‌ای رو کنترل میکند. نکته از دید استراتژیک ما مسائل مختلفی رو در واقع بررسی کردیم، از نظر عمق استراتژیک تضعیف دشمن بالقوه در واقع ایران و همچنین گرفتن کنترل خط لوله صادرات نفت و همچنین در واقع باز کردن راه به دریا برای کردستان برای اتحاد بلند مدت و حفظ تمامیت ارضی اون کشوری که این راه رو برای کردستان باز میکنه. این نکات رو از نظر استراتژیک بررسی کردیم. از دیدگاه حقوق بین الملل هم ما و تاریخ رو به معاهده لوزان در واقع اشاره کردیم و همچنین به که معاهده سایکس-پیکو و اینکه مسئله کردستان در ترکیه، عراق و سوریه از مسئله کردستان در ایران جداست و کردستان در ایران به صورت طبیعی بخش جدای ناپذیر از ایران هست. از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق بشر نیز ما نباید فراموش بکنیم که کردستان در مخصوصا کردستان عراق در متحمل در واقع نسل‌کشی های فراوانی شدند. این مردمی که در کردستان زندگی میکنند چه در ترکیه و امپراتوری عثمانی و پانترکیست ها در واقع کشتارهای بسیاری در ترکیه از علیه کردان کردند و چه در عراق نسل کشی که انجام شد و حمله شیمیایی صدام حسین به حلبچه که بیش از 5000 نفر از کردان رو کشت که در واقع اینا کردان ایرانیان رو در واقع کشت و همچنین عملیات انفال که بیش از 190 هزار کرد رو، یعنی از جمعیت تازه آن موقع حدود 2 میلیون نفر جمعیت داشتن الان تازه 6 میلیون در شمال عراق شده، از 2 میلیون نفر 190 هزار در واقع کرد رو در شمال عراق پاکسازی نژادی کردن، مفقود کردن و کشتن و در گورهای دست جمعی اونها رو به خاک سپردن و از نظر حقوق بشری
این حق در واقع کردستان هست که کشور خودش رو برای حفاظت از مردم خودش در خارج از ایران داشته باشد. و بنابراین این مسئله بسیار مهمه که باید روی اون از نظر حقوق بشری و عدالت تاکید بشه، چون که رژیم بعث سوریه نیز کردان رو کشتارهای فراوانی از اونها در واقع انجام داد. در همچنین از دیدگاه امنیتی مسئله دیگری که در واقع مطرح می شود درباره استقلال کردستان، دیدگاه در واقع امنیتی هست که و ثبات خاورمیانه هست که ما این رو هم باید به صورت بسیار سریع به اون بپردازیم. کردستان عراق به صورت دفکتو حدود 27 سال است که یک کشور است و وجود دارد و در این 27 سال نه تنها که در واقع باعث بی‌ثباتی در منطقه نشده است که برعکس تنها نقطه ثبات در خاورمیانه بوده است و نه تنها پایگاهی نشده است برای تجزیه طلبان و جدای خواهان دیگر بخش های کردستان، بلکه برعکس همواره اونها رو تحت فشار گذاشته است تا اون بخش ها فعالیتی علیه کشورهایشون نداشته باشند. بنابراین از نظر امنیتی و ثبات استقلال کردستان بسیار برای خاورمیانه خوب می باشد و در واقع نشان دادن که کردان با یک دولت سکولار غیر مذهبی به حقوق بشر احترام میگذارند و تمام ادیان در اون آزاد هستند، تمام احزاب سیاسی در اون آزاد هستند و در واقع رقابت با همدیگه دارند و این در واقع نشون دادن که استقلال کردستان عراق باعث ثبات در خاورمیانه نیز خواهد بود و همچنین کردان در جنگ با تروریسم و جنگ با داعش در واقع پیشمرگه های کرد خدمات بسیار زیادی کردند که در واقع به نیروهای ائتلاف کمک های بسیار بسیار زیادی کردند. بنابراین این دیدگاهی هم که مطرح می شود که امکان دارد که از دیدگاه امنیتی و ثبات به نفع منطقه نباشد، این یک دروغ بزرگ و یک عوام فریبی بزرگ است. اما یک نکته پایانی که باید به اون اشاره بکنم و این نکته بسیار مهم هست، این است که در واکنش به استقلال کردستان از خود استقلال کردستان عراق مهمتر است و این رو من در مقاله یک رویداد با دو پیامد شکافتم، اینجا وقت نیست و به صورت بسیار خلاصه من به اون خواهم پرداخت. آن این که در واقع در شما اگر که واکنش کشورهای همسایه به استقلال کردستان عراق واکنشی باشد مانند استقلال جمهوری‌های سابق شوروی، یعنی استقلال آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و غیره، یعنی پذیرفتن این واقعیت و در واقع به رسمیت شناختن این استقلال و شروع همکاری با این کشورها، مطمئن باشید که هیچ گونه مشکلی پیش نخواهد آمد با استقلال کردستان عراق نیز همین گونه خواهد بود. اما اگر آن گونه که فعلا دارد سناریو پیش می رود تنها ترکیه برخلاف در واقع اظهارات تندش اعمال خردمندانه انجام دهد و کشورهای دیگر، حالا سوریه که اون دولت بشار اسد فعلا ضعیف است، اما عراق و ایران و میلیشیاهای در واقع شیعه که اکنون که من دارم صحبت به شما میکنم به کرکوک حمله کردند، اگر اینها به حمله هاشون ادامه بدهند، یعنی هشت شعبی شیعی که آقای قاسم سلیمانی فرماندهیش رو میکنه، حزب الله لبنان که از لبنان آوردندش به کرکوک، مسلم است که سپاه پاسداران آورده است و در واقع خود سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به اون این گونه که فعلا به کرکوک حمله کردند، اگر جنگ رو ادامه بدهند و حمله بکنند، این میتواند وقایع بسیار خطرناکی برای کشور حمله کننده داشته باشد، چون علارغم سکوت آمریکا و علارغم سکوت غرب که من فکر میکنم یک تله هست برای در واقع سپاه پاسداران که اینها رو در تله بندازن، علارغم سکوت اینها اگر جنگ پیشروی بکند
و به مرحله جدی برسد، این کشورها ساکت نخواهند بود و در واقع از کردستان حمایت خواهند کرد و بازنده جنگ، حمله کنندگان به کردستان خواهند بود و ضررهای بسیار زیادی رو متحمل خواهند شد. بنابراین در واقع اگر واکنش معقولانه باشد هیچ خطری وجود ندارد، اما اگر واکنش احساسی و مذهبی و ایدئولوژی زده باشد، بله خطر وجود دارد و پیشمرگان کرد از کیان مردمان ایرانی کرد در شمال عراق در برابر نیروهای مذهبی عرب مآب محافظت خواهند کرد. بنابراین این آن مطالبی بود که من باید امروز با شما در میان میگذاشتم و استقلال کردستان رو از دیدگاه تاریخی، از دیدگاه امنیتی و ثبات خاورمیانه، از دیدگاه واقعیات جغرافیایی، حقوق بشر، از دیدگاه استراتژیک و از دیدگاه تمدنی و کشوری با شما اینها رو بررسی کردم. و این رو بدونید که یکی از چهار کشوری که کردان درش هستند باید در اون باقی بمانند و از نظر تاریخی آن کشور ایران است که میتواند راه دریا رو به روی کردان باز بکند، راه صادرات نفت رو باز بکند و چون پدری در واقع رفتار پدرانه داشته باشد و اگر پدری از فرزندش در دوران سخت حمایت نکند، آن پدر به فرزند خیانت کرده است، آن خیانتی که امروزه شیعیان حاکم بر ایران و حکومت مذهب زده ایران در کردستان دارد انجام میدهد و مسئولیت این خیانت با خائن خواهد بود. همچنین دوستان عزیز، امیدوارم که ما نیز، همه ما نیز در واقع چون پیشمرگان کرد که امروزه در جان بر کف از کیان ایران، هویت ایرانی و روح ایرانی در شمال عراق در برابر اعراب و مذهبیون و اسلامیون و شیعیان دفاع میکنن، همه ما نیز چون این پیشمرگان در واقع جان بر کف و آماده مرگ برای کشورمون باشیم و اجازه ندهیم که شرافت ایرانی، اجازه ندهیم که هویت تاریخ هزاران ساله ما در واقع به باد برود، لگد مال بشود و کشور ما در واقع در اشغال اعراب و نیمه عربان بماند. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، بیا تا همه تن بکشتن دهیم، در مبادا که کشور به دشمن دهیم، بیا تا همه به دشمن شیم، من در کمین به راه پیشمرگان ایران زمین.